سریال درام عاشقانه فانتزی و رازآلود نوبت لیهی، سریالی که وقتی باش مواجه میشیم باید این نکته رو در نظر بگیریم که سبک متفاوتی رو توی دنیای فیلم و سریال ایرانی قرار به تاثیر بکشه که مطمئنا خیلی از سبکش خوششون نمیاد. پس دو حالت داره، یا خیلی ها طرفدارشن یا اصلا با این سریال حال نمی کنن. ممکنه شما هم با دیدن اپیزود اول این سریال یه سری سوالات توی ذهنتون پیش اومده باشه و گیج شده باشید. توی این ویدیو قصد دارم که نکاتی که خودم برداشت کردم رو با شما در میون بذارم. بازم اگه سوال داشتید میتونید توی بخش کامنت بپرسید، نقد و بررسیش میکنم و در آخرم نکاتی که به نظرم بد بود و میشد با رعایتش این سریال یه پله بالاتر قرار بگیره رو عرض میکنم خدمت. سلام به سووی، خیلی خوش اومدید. من فاضلم و امروز میخوام در تا با سریال جدید شبکه نمایش خانگی که دوشنبه شبها ساعت 8 از نماوا به جای سریال خاتون پخش میشه صحبت کنم. اگه اسپایل داشتیم هم قبلش اعلام میکنم، پس با خیال راحت این ویدیو رو تماشا کنید. با اپیزود اول یا پایلوتی طرف هستیم که تایمش زیاده، یعنی 1 ساعت و 43 دقیقه تایم یک قسمته که این تقریبا میشه گفت بی سابقه بوده توی سریال های ایرانی. مثلا توی سریال راز بقا که به تازگی هم از فیلم نت پخش شده، ما همزمان دوتا قسمت رو دیدیم، یعنی اومده بودن اگه میخواستن تایم بیشتری رو برای مواجهه اول مخاطب با سریال صرف کنن، اومده بودن تبدیلش کرده بودن به دوتا قسمت، ولی اینجا اومده همش رو توی یک قسمت جمع کرده. حالا هر پلتفرمی یه شیوه نمایش داره، مثلا نتفلیکس میاد یه دفعه همه قسمت‌ها رو میذاره یا اپل تیوی میاد 3 تا اپیزود رو میذاره، اما حالا نماوا اومده و این خلاقیت رو حالا به خرج داده که به جای اینکه حالا تبدیلش کنه به 2 اپیزود یا 3 اپیزود یا اینکه طول بکشه تا به اون نقطه‌ای که میخواد برسه، اومده همه رو جمع کرده توی یک قسمت و تبدیل شده به 1 ساعت و 43 دقیقه. شاید همین هم دل یه سری از مخاطبهایی که به این شیوه نمایش عادت ندارن رو بزنه. حالا در ادامه میخوام بیشتر راجع به داستان این سریال و نکاتی که ممکنه شما متوجهش نشدید و یه ذره گیجتون کرده صحبت کنم. قبلش اینو بگم که لایک، سابسکرایب و زنگوله کانالش یادتون نره و حتما نظرتون در تون این سریال توی بخش کامنت بنویسید. از اینجا به بعد اسپویلری. اولین نکته مهم، موقعی که روح‌انگیز داره زایمان میکنه و لیلی رو داره به دنیا میاره، توی اون اتاق بلقیس قرار گرفته و نکته جالب اینه که پاش رو میذاره روی فرش، جایی که در ادامه متوجه میشیم که نباید اون کارو میکرده. یعنی خودش وقتی که لیلی یه ذره بزرگتر میشه و موقع عروسی دختر بزرگترش هست، داره بهش میگه که هیچ وقت نباید پاتو رو اون فرش بذاری، چون که یک داستانی رو براش تعریف میکنه که بلقیس عمه پدرش بوده و توی اون اتاق محبوس بوده توسط پدرش به خاطر اینکه عاشق یک شخص اشتباهی شده بوده و اونجا بعد از یک مدتی میان میبینن که بلقیس حضور نداره و میگن بلقیس تبدیل به اون فرشه شده، به خاطر همین میگن پا رو نباید بذاری رو اون. حالا که اون روح‌انگیز پاشو گذاشته رو اون، هم اشاره به این نشد که عواقبش چیه. شاید همین شوربختی که در ادامه براش پیش میاد ناشی از همون پا گذاشتنش روی اون فرش بوده. بعد میفهمیم که روحی تلاش داره برای خرید تکه دوم اون نگارگری یا همون تابلویی که اسم شهر مدهوشانه و برگرفته از 7 پیکر نظامیه که خیلی برای خاندانش با ارزشه و از نظر مادی هم ارزش خیلی بالایی داره. اما ددش همونطور که دیدید وقتی که میره بگیر و میاره، بعد از یه مدتی متوجه میشه که تقلبیه. حالا اینجا دو تا تئوری به وجود میاد، یکی اینکه دزدیده شده باشه توی هتل که به نظر من احتمالش کمه، اما تئوری دوم اینه که با توجه به معقوله سفر در زمان توی این سریال، نسخه آینده همایون اومده باشه برای دوزی، همونطوری که توی صحنه های از این قسمت دیدیم. توی تیلر این سریال هم به وضوح اشاره کرده بود و این دیالوگ رو گفته بود توسط یکی از کاراکترها که زمان رو میتونی به عقب برگردونی. همین نکته باعث میشه که این تئوری یه ذره محکم‌تر باشه و همون همایون نسخه آینده به نظر من اومده و توی اون لحظه، تو اون شب، اون نگارگری رو دزدیده و با خودش برده به آینده. همون غیب شدنش با سگ هم به نظر من دلیلش این بود که اون لحظه هم سفر در زمان کرد، حالا احتمالاً یا به گذشته یا به آینده، نمیدونیم، از الان نمیشه اینو تشخیص داد، اما به نظر من این اتفاق برای اون نگارگری افتاده. همینطوری که میبینید این تصویری که توی کتاب نوبت لیلی دیدیم همون تصویریه که وقتی توی پاریس مرکز شهر مدهوشان رو داغ کردن نمایان شد و احتمال داره که این کتاب
داخل خودش تصاویری داشته باشه که بشه باهاش بقیه تابلوها رو هم پیدا کرد. وقتی داشتن اون جاده رو طی می‌کردن آهنگ منصور پخش می‌شد، آهنگ قرارمون یادت داره که تو موزیک ویدئوی این آهنگ منصور با عروس پشت موتور نشستن و تصادف می‌کنن. توی لحظه با پخش این آهنگ میشد حد زد که چند لحظه بعد شاهد تصادف هستیم که به نوع خودش یه سر اگه یک نکته پنهانی جالب. عروسی پایینی هم یک دنیای موازی رو داره به تصویر میکشه که توش تصمیم گیری های اشتباه رخ نداد. از دیالوگ هایی که تو اون لحظه هم بیان میشه چیزی جز این رو نمیشه برداشت کرد. سوال اصلی که پیش میاد اینه که سریال قرار توی ادامه به چی برسه؟ قرار روایتش به کجا کشیده بشه و در نهایت ما شاهد چه چیزایی باشیم؟ حتما شما نظرتو توی بخش کامنت بنویسید. الان میخوام نظر خودم رو به شما بگم. به نظر من قطعا عاشق شدن لیلی رو داریم، یعنی تو این شکی نداریم. خوش به حالش. و مورد دیگه که شاهدش هستیم اینه که لیلی با استفاده از اون کتاب بخواد سفر در زمان رو یاد بگیره، که قطعا شاهد اون پروسه هستیم. حالا اینکه سفر در زمان رو یاد گرفت بخواد چیکار کنه، با توجه به صحنه‌ای که توی تریلر دیدیم و احتمال زیاد بره به گذشته‌های حتی دورتر و بخواد مشکلاتی که به وجود اومده رو ریشه ای حل بکنه. حالا اینکه چه جوری و به چه شکلی میخواد اینو حل بکنه رو قطعا توی ادامه سریال می‌بینیم و از الان پیش بینیش با توجه به اینکه فقط یک اپیزود پخش شده سخته. یه سری ایراد توی جزئیات این سریال وجود داره، مثل اینکه رنگ چشم لیلی تغییر پیدا کرده توی مرور زمان و بزرگ شده، رنگ چشماش مشکی شده. حالا یه مورد خیلی ریزیه، ولی مورد اساسی تر اینه که وقتی که میخوان سفر به پاریس رو نشون بدن خیلی تلاش نشده که بتونن طبیعی این سفر رو جلوه بدن، کاملا مشخص سفر نکردن. مثلا توی هتل میشد با توجه به اینکه توی کشورمون اقلیت‌های مسیحی داریم از اون خانوم ها استفاده بشه برای اینکه بی حجابی رو نشون بدن و یه ذره طبیعی تر برای ما باشه سفر به پاریسشون، ولی همونطور که دیدیم اصلا اون سعی هم نشده بود و روسریشون رو به یک شکلایی سر کرده بودن که مثلا انگار موهشونه یا کلاه گذاشته بودن برای اینکه موشون مشخص نشه، و حتی جلوه‌ای ویژه کامپیوتری که برای صحنه های ماشین در نظر گرفته شده بود هم خوب نبود. این عدم توجه کافی به جزئیات یه ذره آدم رو نگران میکنه که شاید توی ادامه سریال هم اینها اتفاق بیفته و یک سری کلیات هم حتی بهش توجه کافی نشه و سریال خوبی در آینده نباشه. حالا باید دید که در ادامه چه اتفاقاتی میفته. اگه شما هر سوالی در ارتباط اپیزود اول سریال نوبت لیلی دارید حتما توی بخش کامنت بنویسید، تا جایی که خودم متوجه شدم بهش پاسخ میدم. حالا یک اپیزود پخش شده و ممکنه با پخش اپیزود دوم یه سری از نظراتی که من دادم کاملا اشتباه از آب در بیاد. اگه اشتباه از آب در اومد خواهش میکنم که حتما توی کامنت بنویسید و لایک، سابسکرایب و زنگوله کنارش یادتون نره. تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.